ماهاست که دولت بریتانیا نقشه خصوصی سازی پست سلطنتی را در سر می پروراند. شرکتی که با نزدیک به 500 سال سابقه نمادی از جامعه بریتانیا نیز محسوب می شود، اکنون در آستانه ورود به بازار رقابتی است. اما کارمندان آن مخالفند و اکثریت قاطع آنها در یک همه پرسی به طرح دولت نگفتند. دولت دیوید کامرون در راستای طرح خصوصی سازی پست سلطنتی به کارمندان این شرکت دولتی پیشنهاد داده بود که دست کم 10% سهام این شرکت به آنها تعلق بگیرد. دبیر کل اتحادیه کارمندان پست بریتانیا گفته بود آنها حاضر نیستند در ازای این وعده روح خود را بفروشند. دولت بریتانیا اما امیدوار است با اجرای کردن این طرح بیش از 3 میلیارد یورو از هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی کند.